عرض سلام خدمت شما، با هم بریم ورزشگاه آزادی. یه کشت جذاب میخوایم با هم نگاه بکنیم، رقابت بین یونس امامی و امیر حسین حسینی وزن 70 کیلوی کشتی آزاد، رقابت انتخابی تیم‌های ملی. امیر حسین حسینی با دوبنده آبی و یونس امامی با دوبنده قرمز رو در وسط دوشک مشاهده میکنی. باید ببینیم که نتیجه این کشتی در آخر اپیزود چه کسی پایان پیدا میکنه. این اولین کشتی امامی هستش، ولی حسینی قبلا با عرفان الهی کشتی گرفته و شکست شده و حالا برنده اون رقابت اومده با یونس امامی کشتی بگیره. باید ببینیم که چه عمل کردی و مقابل امامی به اجرا میذاره. امیر حسین حسینی، یونس امامی دارنده مدال برنز جهانی در سال 2019 نیوسلطان و مدال برنز آسیا در همون سال در شیان چین، و امیر حسین حسینی هم دارنده مدال نقره آسیا در رقابت های سال 2020 دهلی نو. حالا هر دو کشتی تلاش میکنه در سرشا. باید دید که چه کسی میتونه فن اجرا کنه. یک لحظه نشست برای زیر، امامی ناموفق کشتی داور یک لحظه متوقف میکنه و مجددا آغاز میشه کشتی. هر دو کشتی گارد پایین گرفتن. باید دید که چه کسی میتونه امتیاز بگیره. هر دو کشتی دارن تلاش میکنن و همینطور مقاومت میکنن، راه نمیدن به هم دیگه. دست دیگه یک لحظه نشست برای زیر، خم رو در اختیار میگیره امامی. ببینیم میتونه خاک بکنه که نه، ناموفقه. حسینی اجازه کارش نمیده، اما از پای نمیسته. امامی میخواد امتیاز بگیره، دوباره مجددا موچ خم رو در اختیار گرفته، میخواد خاک بکنه. ببینیم میتونه. حسینی هم داره مقاومت میکنه، خیمه سنگین از امامی که بلند میشه. کاری از پیش نمیره. یونس امامی اهل تهران هستش، اصالتاً اهل هرسین استان کرمانشاه هستش، ولی در شهرستان شهریار کشتی میگیره. شاگرد مهدی قاسمی جو، مربی سازنده شهریار، و امیر حسین حسینی هم اهل تهران، شاگرد محسن کاوه. یک لحظه دوباره نشست برای زیر امامی که حسینی اجازه کار بهش نداد. هر دو کشتی که دارن تلاش میکنن. باید دید که نتیجه این کشتی در آخر به صورت چه کسی پایان پیدا میکنه. ضمن اینکه هر کس این کشتی رو بتونه پیروز بشه، دوبنده تیم ملی رو به تن خواهد کرد. پس این کشتی از حساسیت و جذابیت بالایی برخوردار. لاستیک هم دیگه همچنان کار میکنه. دوباره تذکر کمکاری به امامی میده. حالا در این لحظات تلاش حسینی بیشتر هستش. نایب قهرمان آسیا میخواد از نفر سوم جهان امتیاز بگیره. هر دو کشتی دارن تلاش میکنن. کشتی یک طرفه نیست. دسته به همدیگه کار میکنن، اجازه اجای فنون به همدیگه نمیده. یک بار دیگه خم رو اختیار میگیره و میگه که ببینیم، بله میتونه موفق میشه خاک بکنه حسینی رو. امتیاز میگیره، ببینیم میتونه بارانداز اجرا بکنه یا فیتیل بارانداز که ناموفق هستش. بله، حالا در این لحظات هم داور کشتی سرپا میده. بله، وقتی که هنگام اجرای فن در خاک مکس صورت بگیره، داور کشتی سرپا میده. حالا دو کشتی که بلند میشن در سرشا، دو امتیاز تا اینجا کار امامی گرفته و حسینی هم تلاش میکنه در برای جبران دو امتیاز از دست رفته. لاستای هم کار میکنه. هر دو کشتی امتیاز گرفتن از یونس امامی بسیار سخت هستش. حالا اینجا وقتی 3 ثانیه استراحت فرا میرسه، کشتیگان میرن از مربیان خودشون. امتیاز گرفتن از یونس امامی سخت هستش، اما غیر ممکن نیست، چون که کشتی ورزش لحظه ها هستش. همونطور که میدونید، امیر حسین حسینی هم داره تلاش خودش رو انجام میده. باید دید که حالا دو امتیاز خیلی قابل اتکا نیست. اگه یک بار خاک بشه امامی، بازنده کشتی هستش. باید دید که در صدقه دوم نتیجه کشتی چطور پیش خواهد رفت. حالا صدقه دوم آغاز میشه، کشتیگان مجددا با هم سرشاخ میشن. گارد پاها رو داده عقب حسینی، چون میدونی که امامی به صورت برق زیرگیری میکنه و نمیخواد که امتیازی از دست بده حسینی. مجددا نشست برای زیر، خم رو اختیار گرفته امامی، خیمه سنگین از حسینی. یک لحظه با یه چرخش خاک میکنه، تاد حسینی رو برمیزنه و خاکش میکنه. دو امتیاز زیر میگیره. ببینیم میتونه اجرای فن بکنه در خاک، یا خیلی حسینی هم مقاومت میکنه. آفرین به حسینی، مقاومت میکنه، فنون خاک رو نتونه امامی اجرا بکنه و داور کشتی رو سرپا میده. حالا نتیجه کشتی 4-0 میشه به نفع یونس امامی. کشتی بلند میشن، مجددا با هم سرشاخ میشن.
4 امتیاز پیش هستش امامی و حسینی هم داره تلاش میکنه برای جبران امتیازاتش. این کشی یک طرفه نیست و هر دو کشی دارن تلاش میکنن، دستای همون گیرو گرفتن و ببینیم که چه اتفاقی میفته. همچنان دو کشی یک لحظه نشست برای زی حسینی، امامی اجازه کاری بهش نمیده. اصلا امامی کشی که بسیار سرسختی هستش و به راحتی امتیاز نمیده. حسینی هر دو کشی که جوان اصلا یک لحظه خم را اختیار میگیره. حالا قمه سنگین از امیر حسین حسینی دست کنده برده، ببینیم آیا قصد کنده کشی داره یا خیر. همچنان خیمه سنگین از حسینی، امامی هم داره تلاش میکنه بتونه فن خودش رو اجرا بکنه که همچنان ناموفق. حسینی دیگه اجازه کار رو نمیده. بله اینجا کشتی، اینجا داور کشتی رو سرپا میده. کشتیگان مجددا میبه وسط دوشک. هر دو کشتی که جوان هستن، حسینی جویای نام و امامی هم با تجربه و میدان دیده. کشتیگان در سرشاخ دسته هم دیگه کار میکنن و ببینیم که چه اتفاقی میفته. دستای هم گرو گرفتن. حالا اینجا یک لحظه نشست مجددا برای زیر امامی ناموفق بود. باید ببینیم که میتونه مجددا جای فهم بکنه. ببینیم حسینی چه میکنه. رو دسته هم دیگه کشتیگان دارن کار میکنن. همچنان فندیه رد و بدل نشده و نتیجه کشتی کماکان 6-0. از خواهی میکنم نتیجه کشتی همچنان 4-0 به نفع یونس امامی. رو دسته هم کار میکنه. یک لحظه نشست که ناموفق بود حسینی، خم را اختیار میگه حسینی. ببینیم چیکار میکنه. میتونه حالا دست کنده برده امامی. ببینیم آیا قصد داره کنده رو بالا بیاره که تا اینجای کار این کار انجام نداده. خیمه سنگ امامی اجازه نمیده خاک بشه، نمیخواد در این لحظات پایانی امتیازی از دست بده و حسینی هم داره تلاش خودش رو میکنه که بتونه امامی رو خاک بکنه. و اینجا یک لحظه با یک چرخش امامی رو خاک میکنه و ببینیم امتیاز میدن به حسینی یا خیلی امتیازی نداره. حسینی امتیازی نمیگیره و اینجا هم کشتی به پایان میرسه. داور دست امامی رو با عنوان فرد پیروز بالا میبره. متشکرم که تا اینجا کار همراه ما بودین. تا کشتی بعد، خدا نگهدار.